از 33 سال روز شکست اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان از سوی مردم و مسولین در ولایت کندز تجلیل و گرامی داشت به عمل آمد. شماری از متنفذین، بزرگان اقوام، چهره های جهادی و مسئولین حکومتی ولایت کندز به مناسبت 33 سال روز شکست و خروج اتحاد جماهیر شوروی در تالار مقام ولایت طی مراسم تجلیل به عمل آوردند. قاری متی‌الله روحانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز، ضمن تبریکی استقلال کشور افزود که مردم افغانستان در طول 3 دهه گذشته ابر قدرت‌های جهان را به زانو درآورده که اولین استقلال کشور در مقابل انگلیس و دومین در مقابل اتحاد جماهیر شوروی و سومین در مقابل امریکا را به دست آوردند. دست افتخارات زمک تاسی زوریدلی در دیدلی ملت تا الله رب العزت دسل او یا یو سلو دری کلونو پا درمیان که دری زل ور پا برخ کردی دی چه اول هم د کمونستانو لمنگولو زمک مجاهد ملت د هیواد دا هیواد ازاد کرد، دو هم زل هم د روسانو ماتا او فتح چه نن ورزی مونگ تاسی المانزغند که شرکت کردی او دری ما فتح د اسلامی امارت داستر او ویاړلې فتحه چې اوس موږ تاسې یو نظام برقرار لرو. در عین حال مولانا ضیاءالحق، رئیس حج اوقاف ولایت کندز، در این گرد همایی گفت که مردم افغانستان قدرت‌های بزرگ جهان را که می‌خواستند این کشور را اشغال کنند را شکست دادند، قسمی که امریکا را شکست دادند. وی می‌افزاید که این افتخارات نه تنها از مردم افغانستان بلکه از تمام امت مسلمان جهان است. دادری دیرشم کلیزا د افغانستان مسلمانان په داسې حال کې لمانځي. د افغانستان د مسلمانانو د پاره خصوصا او د نړۍ د ټولو مسلمانانو د پاره عموما دغه افتخارات په دغه نننی عصر کې دا ډیر لوی افتخارات دي او درانه افتخارات دي او د مسلمانانو د پاره لوی بریا او لوی فتح ده. از سوی دیگر شماری از عالمان دین شکست قدرت‌های بزرگ را توسط مردم افغانستان رحمت الهی عنوان کرده می‌گویند که مسلمانان همیشه در مقابل اشغالگران پیروز شده اند. آنان از تمامی شهروندان کشور خواستند که شکرگزار این افتخارات بزرگ باشند و در شرایط کنونی با هم اتحاد و اتفاقشان را حفظ کنند. حالتی در بالای مسلمان‌ها بود، مسلمان ها جهاد کردند. الحمدلله 3 وعده الله را امروز ما میبینیم. خداوند برشان حکومت داد، ای وعده الله هست. چیز مجد قدرمن هیواد افغانستان طول اولس اظهار ده خوشحالی کیم. دا ورز ورز ده استقلال ده. استقلال دیر عظیم و شان نعمت در رب العالمین ده. دا عظیم و شان امتحان در رب العالمین و چیز مجتاسی پر دی اولسو بانی راغیم. او الله رب العزت مشتاسی پکش کامیاب و موفق و در زوال. برخی از بزرگان اقوام ساکن در کندز نیز پیروزی مردم افغانستان را در مقابل اتحاد جماهیر شوروی حاصل زحمات و تلاش‌های شبانه روزی مردم کشور دانستند، می‌گویند که افغانستان در مقابل ابرقدرت‌های جهان همیشه پیروز بوده و از حق و حقوقشان دفاع نموده‌اند. پوشن سرخ که به افغانستان حمله کردن کاملا یا 10 سال تحت افغانستان تحت اشغالشان بود که دمی در حدود اضافه از 13,000 نفر روسا از بین رفت و به میلیون ها افغان از افغانستان به بیرون مهاجر شدن و در داخل افغانستان اینا کشته شدن. ولی از اینکه مردم افغانستان یک مردم آزادی دوست و یک مردم سرشور هستن نگذاشتن تا اونا به اهداف شومشان دمی سرزمین برسه و بالاخره اونا به شکست تاریخی مواجه شد. این در حال است که مردم افغانستان 33 سال قبل از امروز در 26 دلو سال 1367 هجری خورشیدی با شکست دادن قشون سرخ جماهیر شوروی سابق استقلال کشور را به دست آوردند. حسیب حساس، تلویزیون اورانوس،
کندز.